نگرانی ها از تشدید بحران اقتصادی در افغانستان، فقر، تنگدستی، بیکاری و بحران اقتصادی در افغانستان باعث شده تا سازمان های کمک رسان بشری و آگاهان امور اقتصادی از روبرو شدن افغانستان با بحران اقتصادی و بشری هشدار دهند. به تازگی یونیسف در توییت گفته که در حال حاضر میلیون ها نفر در افغانستان قادر به تامین نیازهای اولیه خانواده های خود نیستند و اوضاع در زمستان پیشرو بیشتر وخیم خواهد شد. کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز گفته است که نیمی از جمعیت افغانستان، یعنی 20 میلیون نفر، با عدم مسئولیت غذایی جدی روبرو هستند. این سازمان همچنان گفته که زمستان پیشرو زندگی میلیون ها نفر را در افغانستان تهدید می کند. اما این که حقیقت وضعیت اقتصادی افغانستان چیست؟ چرا مردم افغانستان با گذشت هر روز فقیرتر می شوند؟ و راههای بیرون رفت از وضعیت اقتصادی کنونی افغانستان چی خواهد بود؟ من رازقیار هستم و مهمانان شریک در بحث با من آقایان عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، شاکر یعقوبی، آگاه امور اقتصادی، و سیر قریشی، همچنان آگاه امور سیاسی اقتصادی، البته از انگلستان، در برنامه با ما وصل هستند. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای حبیب، من میخوام بحث را با شما آغاز بکنم. چه تعریف داره وزارت اقتصاد در شرایط فعلی از وضعیت اقتصادی در جمله افغانستان و وضعیت اقتصاد مردم؟ تشکر از شما. سلام خدا خدمت شما یعقوبی صاحب عزیز و قریشی صاحب محترم تقدیم میکنم. وضعیت اقتصادی کشور به شما بهتر معلوم است که اقتصاد افغانستان نظر به اینکه ارتفاع بیش از حد سر واردات بود و کمک های جامعه جهانی از طرف دیگر، تغییر در پالیسی کشورهای کمک کننده مالی و همچنان از طرف دیگه هم انجماد سرمایه ارزی کشور تا یک و نیم سال آخر و تغییراتی که بالای سیستم های مالی و سیستم های بانکی وضع شد، تغییرات اقلیمی که تا یک و نیم سال گذشته ما شما تجربه کردیم، و همچنان بعض عوامل داخلی که قبلا هم از قبیل بی برنامه‌ای اقتصادی دولت قبلی و یا بی ثباتی و یا عدم امنیت و توقف یک تعداد از پروژه های انکشافی که در اینجا قبلا از طریق دونران و کمک های خارجی در اینجا از طریق کشورهای خارجی تطبیق می شد، در مجموع سبب بلند رفتن میزان فقر و بیکاری گردیده و تاثیرات منفی خود بالای وضعیت اقتصادی کشور و جا گذاشته است. یعنی یک تعریف خوب ندارین از وضعیت اقتصادی مردم افغانستان؟ نظر با امی عوامل را که بله. من خدمت شما عرض کردم که یک تعداد عوامل جنبه خارجی داشت و یک تعداد عوامل همین برمیگرده به عدم برنامه اقتصادی برای کشور از دولت قبلی. این سبب شد تا ما از وضعیت اقتصادی فعلی کشور یک تعریف خوب و مناسب نداشته باشیم. درست. دستاوردهای پسین چی است در میدان اقتصاد؟ با شما بهتر معلوم است که تعریف کردیم وضعیت اقتصادی کشور از شروع سال مالی جدید با همین وضعیت که سرش بحث کردیم، ترتیب بودجه ملی کشور از عواید داخلی کشور یک دستاورد خوب است در عرصه اقتصادی. همچنان شما از آغاز و تطبیق چندین پروژه زیربنایی در بخش‌های مختلف آگاهی حتما دارین، در سکتورهای مختلف، در سکتور زراعت، در بخش تجارت، در صنعت، ما شما برای اولین بار است که بعد از حدود 20 سال یا بیشتر از او صادرات کشور ما از 1 میلیارد دلار تجاوز کرده یا اضافه شد، در حالی که ما سالهای قبلی و حدود 750 یا 800 میلیون دلار صادرات داشتیم. همچنان برای نخستین بار شما میبینین که بعض از تصدی ها شرکت های دولتی که در بیشتر از 30 سال است که از اینا توقف بود و از اون استفاده نمیشد دوباره به کار آغاز کرده، از سیلوی مرکزی نام برده میتونیم در ولایت هرات، در ولایت مزار شریف که در چند روز قبل آغاز به فعالیت کرد. ما برای نخستین بار توانستیم که بعضی از محصولات داخل کشور خود که اونا در مارکت های کشور های همسایه و در مارکت های جهانی از اهمیت خاص خود برخوردار است، دوباره صادرات از یا صورت بگیره. پخت افغانستان به کشور ترکیه صادر شد،
در امی روزای نزدیک شما شاید هستین که یک معمولی 20,000 تن انار افغانستان به کشور روسیه صادر شد. به این شکل برای نخستین بار ما از طریق ترانزیت زمینی یا از مسیر ترانسپورت زمینی با کشور چین وصل شدیم. به این شکل دستاوردهای زیاد از پروژه های هست، میش از پروژه خوشتیپه، از بلاک خشقری، از بند کجکی، از مختلف پروژه و برنامه یعنی کار جریان داره در بخش های مختلف و تشکر. برنامه های دیگه هم هست در سکتور های روی برنامه ها حتما صحبت میکنیم با شما با آقای حبیب. اما با آقای قریشی شما صحبت های آقای حبیب را شنیدین، با توجه به صحبت های اینا و واقعیت عینی اقتصادی مردم افغانستان، شما چه تعریف دارین از وضعیت اقتصادی افغانستان در شرایط فعلی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما بینندگان تلویزیون، شما همکاران تکنیکی و مهمانان گرامی در بست. خب شرایط کنونی در حالت خوب اقتصادی قرار نداره و چون متاسفانه در 20 سال گذشته در حدود بیش از 150 میلیارد دلار کمک غیر نظامی ایالات متحده که از سال 2001 تا سال 2021 به افغانستان سرازیر شد، بر علاوه از اون میلیاردها دلار دیگه از متحدان و سازمان های بین المللی داخل افغانستان آمد و اون چرخش یا چرخه اقتصادی ما یا جی دی پی که میگه میشه تولید ناخالص افغانستان یا جی دی پی پر کپیتا که از گفته میشه به شکل تصنعی در حالت حرکت بود و در این جای شک نیست که اما بیشتر درآمد مردم از طریق این کمک های خارجی تشکیل شده بود، چی بخش سکتور خصوصی ما بود و یا چی حرکات پروژه های دولتی بود که ما تقریبا دیدیم که در وقتی که امارت اسلامی طالبا قدرت به دست گرفتن، اونا تقریبا در حدود 7 پروژه های زیربنایی که بود تمامش متوقف شد به خاطر از اینکه اونا توسط جامعه جهانی تمویل میشد قبلا و سالانه بین 7.5 الی 8 میلیارد دلار به بودجه افغانستان البته برشان داده میشد که مصارف دولتی و پروژه ها تمویل شود. البته گفتم میتوانیم که بعد از سقوط جمهوریت طبعا امو هزینه جنگی بسیار زیاد پایین آمد، مصارف بیشتری که در وزارت دفاع، وزارت داخله و امنیت در اونجا مصرف میشد اون کاهش پیدا کرد، ولی میتوانیم بگیم که وضعیت امروز حالت خوب نیست به خاطر که متاسفانه ما نتونستیم که در 20 سال گذشته از گزینه های مانند تولید، صنعت، زراعت، منابع طبیعی و چارهای اقتصادی که داشتیم یا از لحاظ مسائل امنیتی بمیگین، ولی نقطه عمده و مهمی است که در 20 سال گذشته چون مسائل فساد مالی به نهایت گسترده بود، مسائل نپوتیزم و کرونیزم در بین حکومت وجود داشت، مسائل قومی سمتی، این باعث شده بود که واقعا حالت اقتصادی ما را، اجتماعی ما را و همچنان رقابت سالم اقتصادی را متضرر بسازه. چرا شما فراموش نکنین که در تمام جهان اگه شما ببینین تمام کشورهایی که جرایم مالی یا فینانشل کرایم که میگیم که در او بیشتر است و یا فساد در اونجا بیشتر است، شما میبینید که سطح فقر بالاست، مثلا سطح بیکاری بالاست، سطح قدرت خرید مردم خوب نیست و یک اقتصاد تاریک یا مثلا یک اقتصاد مافیایی دارن که ما شاهد ازی در 20 سال گذشته بودیم که متاسفانه اگر پروژه ها بود به شکل زیربنایی درست عملی نشد که ما شاهدش هستیم که امروز ما میبینیم که بیشتر راه های مواصلاتی ما در حالت بدتر قرار داره و یا مثلا بعضی پروژه های دیگه بود به شکل درست از این کار گرفته نشد و چیزی که بسیار زیاد مهم و عمده است هست که ما نتونستیم در 20 سال گذشته بیشتر جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی را به شکل طبیعی ما او را بتانیم که به افغانستان بیاریم. بله خب در سطح کلان درست است آقای قریشی، شما گفتین 7 پروژه زیربنایی کارش متوقف شده به دلیل حاکمیت امارت اسلامی، کدام پروژه ها هست اینا؟ خب ای امو پروژه های میثاق شهروندی است که از طرف وزارت مالیه در بودجه گنجانیده میشد و وزارت های مختلف
و خود از او باعث از این میشد که کار در ولایت های مختلف ایجاد کنه، ولی چون به خاطر که فعلا امو بودجه که توسط وزارت مالیه تمویل میشه یا مثلا این پیشنهاد شده او همیش بیشتر امیال از عواید داخلی افغانستان تمویل میشه که مخصوصا بیشترش از عواید گمرکات هست که تمویل میشه، چون اینا بودجه بیشتر ندارن که پروژه های زیربنایی یا میثاق شهروندی را پیش ببرن. از او خاطری خود از این همچنان باعث شده که سطح کاهش بیکاری شود در افغانستان که خود از او باز سر سطح فقر تاثیر میکنه و همچنان بالای سطح قدرت خرید مردم ای تاثیر میکنه. و از او خاطر امروز ما میبینیم که امو مثلث اقتصادی افغانستان که شامل مردم و سکتور و دولت میشه همش از هم پوشیده و یک بی‌اعتمادی و یا یک سردرگمی با وجود آمده که ما امروز شاهد ازی هستیم که روز به روز حالت اقتصادی بدتر شده میره و هنوز هم متاسفانه فرار سرمایه از افغانستان وجود داره و مردم در یک مشکلات بیشتر هستند و از طریق رسانه ها و همچنان ارقامی که طبعا از طریق نهادهای معتبر به نشر میرسه، مثلا تقریبا 20 میلیون نفر نیمی از جمعیت تحت سیستم ارزیابی برنامه جهانی غذایی که از سطح بحران که از سطح 3 یا سطح اضطراری گفته میشه به سطح 4 از نامی غذایی رنج میبرن و حدود 9.6 میلیون کودک در افغانستان به دلیل تشدید بحران اقتصادی در کشور یعنی قادر به تامین غذایی خود نیستن که این روزمره بیشتر شده. بله، یعنی در یک وضعیت بد قرار داریم. برمیگردیم به شما آقای یعقوبی، با توجه به آقای حبیب اینا گفتن که خب چند تا مورد رایت کردن که بالاخره اقتصاد افغانستان فعال است، ترتیب بودجه را گفتن، از عواید داخلی شده آغاز پروژه های زیربنایی را گفتن، چند مورد را کانال قشتی پا و اینا را امارت همیشه میگه، در کنار از این شرکت ها بعض شرکت های دولتی را گفتن که فعال شده و صادرات بیشتر شده، بیشتر از 1 میلیارد دلار اینا میگن که سالانه صادرات دارن و همین گونه موارد دیگر اشاره کردن. فکر میکنین با توجه به این صحبت ها امارت اسلامی یک سیستم فعال اقتصادی داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام بر شما جناب حبیب صاحب قریشی صاحب. ببین با توجه به صحبت های حبیب صاحب که از موارد به عنوان دستاوردهای اقتصادی در افغانستان یاد کردن، اما اگر من کمی عقب‌تر برم چون جنابشان به دلایلی که چرا ما در همچین وضعیت قرار گرفتیم پرداختن، ولی خیلی خوب است که عواملی که همچون دلایلی را به وجود آوردن باید قابل انکار نباشه. شما میفهمین ایشان اشاره داشتن که ذخایر ارزی افغانستان مسدود شد، پالیسی کشورهای مختلف در قبال اقتصاد افغانستان تغییر کرد، روابط مالی جهان یا کلان مالی با افغانستان سخت مرید، ولی فراموش نکنیم که یک سلسله عواملی بود که ما را در همچین وضعیت و باعث بروز همچون دلایلی شد. امور کم که شما میفهمید خط روابط بین الملل بر اساس بی‌اعتمادی و بی‌اطمینانی نسبت به فضای حکومتداری در افغانستان اوج میگیره. امور کم شما میفهمید که تحریم های کلان نیادهای مالی کلان در افغانستان بر اساس از اینکه تا هنوز حکومت افغانستان خود را برابر به معیارهای جهانی نزد لحاظ اقتصادی و نزد لحاظ سیاسی نتونسته بسازه، بنابراین طبیعی است که هر سیستم حکومتی و هر نظم حکومتی که تازه در حال شکل گیری باشه خود برابر به معیارها و استانداردهای جهانی نسازد، در اوایل کار در قطع روابط به سر میبره. و همون رقم از ذخایر، از مسدود بودن ذخایر ارزی افغانستان یا پشتوانه پولی یاد کردن. شما میفهمین که سرمایه مردم افغانستان بود تا 20 سال با استفاده از یک دنیا مشقت و سختی ها او پول جمع شده بود و حکومت امریکا یا وزارت خزانه داری امریکا با یک سلسله نهادهای کلان مالی دیگه که در امارات و در دبی و در اروپا فعالیت میکنن، این پول را از سرمایه افغانستان اونجا به عنوان پشتوانه پولی ذخیره کردن تا در کنترل ثبات پولی در افغانستان از او استفاده شد. غیر قابل انکار است که این پول از یک حکومت به رسمیت شناخته شده تسلیم شده بودن اونا. بنابراین قوانین حقوقی و قوانین اقتصادی جهان حکم میکنه که دوباره ذخایر ارزی افغانستان یا پشتوانه پولی که از یک کشور در یک جای دیگه در یک جای سوم طور امانت گذاشته میشه که اونجا به صورت مسئول مطمئن قابل استفاده باشه، دوباره به یک حکومت به رسمیت شناخته شده که خود معیار برابر به معیارهای جهانی اقتصادی بسازه مورد استفاده بشه. در این شکی نیست که پول مصرفی نیست، ولی هدف عزیز که اینا به عنوان یک دلیل یاد کردن که وضعیت در همچین حالت قرار گرفته. در مورد از اینکه ایشان از مورد ترتیب بودجه یاد کردن و به عنوان یک دستاورد کلان اقتصادی مطرح کردن، جای شک نیست که یک گام خیلی ارزشمند و مهم اقتصادی در همچین وضعیت اقتصادی افغانستان برداشته شده به هر صورت پسندیده است. ولی فراموش نکنیم که بودجه تنها لیست معاشات نیست که ما تنها امور عملیاتی حکومت را در نظر بگیریم و نامش را بودجه بانیم.
بودجه پروژه های زیربنایی را در بر میگیره، بودجه پروژه انکشافی را در نظر میگیره، بودجه به توسعه کشور توجه میکنه که بودجه که وزارت مالی افغانستان از او صحبت میکنه بودجه بیشتر به لیست معاشات یا مصارف امور عملیاتی حکومت داری میمانه. خیلی خوب میبود که بودجه که وزارت مالیه با صدای خیلی رسا و بلند به عنوان یک دستاورد بسیار قوی را مطرح میکنن، تمام بخشایی که بودجه نیاز داره باید در خود میداشت، با اساس همون خلاها و نقاط ضعفی که تو در حکومت جمهوریت گذشته وجود می بود، با استفاده از قوتای کینا داشتن، موانعی که سر راهشون برداشته شده بود در راستای مدیریتی، باید بودجه را خیلی همه‌جانبه و کلی مطرح می‌کردن. زیربنایی رو گفتن که از عملا کار بر سر جریان شده آغاز اما شده. اما معلومات ما نشان میده که آن طوری که لازم است که پروژه‌های انکشافی که در گذشته در بودجه‌های سال‌های قبلی قبل از حکومت امام اسلامی در بودجه جا می‌داشت فعلا نداره. مقدار اندک میلیاردی بیرونی بود، شاید خوب مینا میگن که از عواید داخلی آنچه که در دست دارن میان. ببینید در این شک نیست که ما باید بودجه را طوری دیزاین بکنیم که حداقل نیازهای اقتصادی و زیربنایی افغانستان را رفع بکنیم. اگر قرار بر این باشه که بودجه به خاطر مدیریت امور عملیاتی باشه، پس نام از این بودجه نیست، این مصارف حکومت داری است. وقتی که ما صحبت از بودجه میکنیم، بودجه پروژه زیربنایی را داشته باشه. بعضی از اینکه ما چرا کمک خارجی نداریم، از کمک خارجی در بودجه استفاده نمیشه، به این معنی است که پشتوانه مالی ما ضعیف است و ما ظرفیت مالی نداریم که بودجه را به حد کلانتر با در نظر داشت تمام پروژه زیربنایی در نظر بگیریم، یک بحث جدای کاملا تخنیکی دیگر است. ولی در مورد از اینکه عبیب سیوزی به عنوان یک دستاورد یاد کردن، یعنی دستاورد نیست، در این شک نیست که دستاورد است، ولی قابل توقع به مردم افغانستان، به وضعیت اقتصادی افغانستان نیست. درست است که بودجه بدون اتکا به کمک‌های خارجی، بدون وابستگی به نیازهای بین‌المللی که همواره در طول 20 سال افغانستان را به ویژه در بودجه افغانستان حمایت و همکاری جدی داشتن، ما نداریم. ولی با ظرفیت‌های داخلی اندک خود آمدیم بودجه را دیزاین کردیم، ولی خیلی خوب می‌بود که از گزینه‌ها استفاده می‌شد که چه خوب می‌بود که ما همکاری خارجی می‌داشتیم، ولی حداقل به پروژه زیربنایی کافی توجه صورت می‌گرفت. جدا از حتماً بس می‌کنیم، بسیار کوتاه بگویم، پس یک سیستم فعال اقتصادی نداریم ما، تنها بس سیاست روزمره زده است در میدان اقتصاد. ببینید سیستم وجود داره، ولی چگونگی استفاده از سیستم مشکل داره. یعنی کارگزارانی که سیستم را برا بیاندازن، نظم را در سیستم حاکم بکنن، اینجا مسئله مشکل داره. سیستمی که در طول 20 سال جمهوریت قابل استفاده است، همون سیستم در حال حاضر باقی مانده. درست است که خلاهای در سیستم به میان آمده، بی‌نظمی ایجاد شده، ولی ما نیاز به مدیریت مناسب و درست و پاسخگو به وضعیت داریم دوباره سیستم را برا بیاندازن. اگر همین رقم به همین شکل دوام پیدا بکنه، ما تنها عبیب سیب دیدین به مسئله خوب اشاره داشتن از پروژه های کلانی مثل بلاک نفت قشقری، کانال قشتیپه، بند کجکی و سایر پروژه های دیگه یاد کردن. ولی شما فراموش نکنین که افغانستان در وضعیتی نیست که به پروژه های دراز مدت دل ببنده. ما نیاز به کنترل فوری وضعیت هستیم. بله. نیاز به پروژه های مقطعی و موقتی که بتونه حداقل از رفتن به بحران جدیتر اقتصادی افغانستان جلوگیری. خیلی سپاسگزار آقای حبیب. خب برنامه وزارت اقتصاد برای کنترل کوتاه مدت، برای کنترل وضعیت اقتصادی چی است؟ چیزی که آقای یعقوبی میگن. خب یعقوبی صاحب نظریات خودشان است. در رابطه با بهبود وضعیت اقتصادی کشور، ثبات بخشی دوباره بر رشد تولید ناخالص داخلی کشور بسیار مهم است. خصوصا با در نظر داشته وضعیت موجود، جلوگیری از شدت فقر در سطح ملی و محلی با تمرکز به سکتورهای اشتغالزایی و تولیدی که در داخل کشور، کاهش نسبی در کسر تجاری، این موضوع بسیار در اولویت قرار داره، و حمایت از سکتور تولید در داخل افغانستان با حمایت از مارکت داخلی. به شما بهتر معلوم است که تا یک کشور به تولید داخلی خود و سطح صادراتش بلند نرود، در اونجا تغییر وضعیت اقتصادی امکان پذیر نیست. اما خوبی پروژه های دراز مدت است به گفته آقای یعقوبی. شما اجازه بتین، ما هم در برای دراز مدت پلان و برنامه باید رویش کار شد و سرش کار شد. و هم به کوتاه مدت. به کوتاه مدت میشه در ابتدا بگوین چی میکنه؟ سکتور زراعت یکی از اساسترین سکتور هاست، به خاطر هم ایجاد اشتغال و هم به خاطر کاهش میزان فقر. و احصایه و ارقام هم نشان میده که حدود 65 تا 70 یا بیشتر از 20% مردم ما در این سکتور مصروف است و از این سکتور امرار معیشت میکنند. سالانه حدود 7 میلیون تن گندم مورد نیاز نفوس کشور ما میباشه که از اون جمله حدود 4.7 میلیون تن احصایه سال 1400 نشان میده که در داخل کشور تولید شده و متبقی ارزش 620 میلیون دلار ما واردات گندم داشتیم. ما شروعش باید از تولید مواد اولیه داخل کشور خود. اما اقلام استراتژیک که بالای تمام
از ابعاد مختلف برای زندگی مردم و در حتی برای دیگر سکتورها هم تاثیر میکنه. به این شکل شما ببینید تولید روغن ببینید این ارزش 280 تا به 300 میلیون دلار ما سالانه روغن واردات داریم، در حالی که مواد خام روغن که از کشور صادر شده ارزشش در حدود 19 میلیون دلار است. بنان حمایت و تشویق و سرمایه گذاری روی این سکتور به این شکل در باغداری برین، در سکتور مالداری برین، بله باقی حبیب در تشبسات تیوری ها و نظریات بسیار خوب است، در عمل چی کرده؟ شما یک چیز را باید واضح بسازیم که توقعات و وضعیت موجوده باید تردوش مقایسه شد. وقتی که ما روی برنامه های بزرگی که یعقوبی صاحب گفتند که اینا شما در جریان هستین که 75% بودجه قبلی را کمک های جامعه جهانی تشکیل میداد، نهادهای مختلف، بانک جهانی و امثال هم بنیادهای بین المللی بود. حال متکی تمام کارا به عواید داخلی کشور است و دستاوردار هم که خدمت شما عرض کردیم که ما تا 30 سال گذشته همچو باز تصدیا و شرکت هایی را مثلا همی افغان کارت یک شرکتی که بود بعد 30 یا 33 سال این دوباره به فعالیت خود آغاز کرد و 20,000 تن انار افغانستان به شکل رسمی و قانونی با مارک و نشان و لوگوی افغانستان با اون استانداردی که روسیه او را قبول میکنه صادر شد. یعنی شروع کارا از امینجا است و این امو ستیپ با ستیپ یا مرحله وار به شکل بنیادی و اساسی این چیزی است که در اولویت وزارت اقتصاد قرار داره. و به همین شکل در بخش تشبسات کوچک، در بخش آموزش عرفوی بعضی از بخش ها یا اصناف مختلف هم میشه که بخش صنایع دستی باشه، تولید قالین باشه، در سکتورهای مختلف برنامه های متعددی است. ولی متاسفانه به شما بهتر معلوم است که فعلا نظر به پالیسی سازمان ملل متحد صرف در قسمت مساعدت های بشری و کمک های بشر دوستانه جهان ما شما را همکاری میکنه که متاسفانه از بود مؤثریت اقتصادی هم مؤثریت اقتصادی آنچنانی نداشت که وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به تغییر بخوره یا بالای میزان فقر سبب کاهش میزان فقر شود. از یک طرف تا 1.5 سال گذشته وقتی ما راپور گزارش های نهادهای بین المللی رو میبینیم اونا از بحران اقتصادی از 20 میلیون نفری که در اینجا با فقر مواجه است، از 7 یا 8 میلیون طفلی که با عدم مسئولیت غذایی با یک وضعیت قرار گرفتیم که حدود 3-3.5 میلیون ما معتاد داریم در کشور، این هم توفیه است 20 سال قبلی بود. به این شکل صدها مشکل دیگه هم در این کشور است. ولیکن کمک های جامعه جهانی را شما ببینید با 1.5 میلیارد دلار که اینا میگن که ارقام که ایران بله کمک بشری کرده چقدر از این روی کدام برنامه توزیع شده یا تطبیق شده پروژه و چقدر بالای وضعیت زندگی. حالا یکی در اقتصاد امی جمعوری عواید هم از اهمیت خاص خود برخوردار است، ولیکن مصرف امی منابع یکی که به اساس کدام برنامه مصرف شده این مهمتر است. هیچ تغییری حتی بلند شد میزان فقر در کشور همچنان همین تبلیغات یا همین ارقامی را که نشر میشه این خودش سبب میشه که یک مشکلات چیز بین مردم هم فراهم بسازه. بله خب کمیته بین المللی صلیب سرخ با تازگی گفته که نیم از جمعیت افغانستان یعنی 20 میلیون نفر با عدم مسئولیت غذایی روبرو هستند. خب این خب ارقامی است که اینا نظر به سرویه خود یا برنامه‌ای که دارن این ارقام نشر میکنن. حالا اگر اینا واقعا تعهد به امو میثاق‌های بین المللی و به اونمو به اصطلاح امو میارای را که اینا میارای بشر دوستانه و انسان دوستانه را اینا تلقی میکنن یا میگن در قبال اینمیتر وضعیت سازمان ملل متحد چی وظیفه داره؟ آیا این مصارفی را که اینا ارقام را ارائه میکنن میلیاردها دلار وقتی که امی برنامه تطبیق میشه و مسئله اقتصادی نداره خوی ناکامی اینمی سازمان هست از اینمی ادارات هست. این یک بحث کلان دیگه است که سر ازو باید صحبت شود. اکثر این مصارف یا پروژه را که اینا تطبیق میکنن
بیشتر از بین 40 تا 60 فیصد از منابع مصارف عملیاتی و باز مصارف لوجستیکی دفاتر از اینا میشه. یک چیز کم به مردم میرسه به مخرجون، اگر میرسم اون مسئولیت اقتصادی نداره. وقتی ما یک بوجیارد یا یک پیپروغن به یک فامیل میتیم، او مصرف 20 روز یا دو هفته شان است، بعدش چی؟ هدف ایست که در اینجا زمینه کار، اشتغال و زمینه تولید دهی کشور. ما برنامه های مختلف داریم و این پیشنهادات خود همراهشان شریک ساختیم. با امی حدود 20 اداره سازمان ملل متحد که اینجا جلسات داشتیم، توجه ندارن. با هماهنگی وزارت ها بیشنین روی برنامه هایی که هست رویش کار شوه، هم امو کاست از این پروژه ارزانتر تمام میشه و هم مسئولیت اقتصادی داره. ولی متاسفانه پالیسی از اینا طور دیگه بود. خیلی سپاسگزار. آقای قریشی، شما صحبت های آقای حبیب را شنیدین. خب حکومت سرپرست افغانستان هم برنامه های طویل المدت داره بر رشد اقتصاد افغانستان و هم برنامه های کوتاه مدت، تشریح بیشتر را اینا کردن، ولی خب جامعه جهانی را اینا مقصر میدانن، مخصوصا سازمان ملل را. آیا واقعا براستی وظیفه سازمان ملل و کمک های امدادرسان تنها کمک های روزمره است برای مردم افغانستان، یا باید سرمایه گذاری بکنن بر سر پروژه های زیربنایی؟ خب شما ببینین، اینجا چیزی که بسیار عمده و مهم است ایست که فعلا امو روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امارت اسلامی افغانستان و کشور افغانستان با تمام دنیا فعلا قطع شده و با هم وصل نیستن، که خود از اینمی بزرگترین استراب اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در افغانستان ایجاد کرده. شما میفهمین که اینمیال به شمول بانک مرکزی افغانستان که ستون فقرات یک کشور میباشه و اصلا وظیفه قلب اجرا میکنه، میال سیاست پولی ما در اگالت تعلیق است و مثلا مارکت آپریشن که در بانک مرکزی وجود داره و کلی فلج استک و ما شاید از این بودیم که حتی ما مشکلات بیشتر را در یک سال اخیر در قسمت نقدینگی و همچنان نظام مالی خود دیدیم. پس به این معناست که حتی امو روابط بانک مرکزی ما با تمام بانک های مرکزی دیگر دنیا و با مداد و ستود تجارت بین المللی فعلا متوقف شده و در حرکت نیست. و در پلوی ازی در 20 سال گذشته نه تنها افغانستان، بلکه تمام کشورهایی که اقتصادشان در حالت رشد است یا مثلا به نام امرجینگ مارکت میگه میشه، بانک مرکزی، صندوق جهانی پول، اینا رول بسیار عمده و مهم بازی میکردن، یعنی هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ کمک های تکنیکی که در قسمت مثلا تجارت یا مثلا ترید فایننس میگه میشه و در قسمت مثلا سیاست پولی اینا کمک میکرد. و ما شاید از این بودیم که در 20 سال گذشته بانک جهانی و صندوق جهانی پول با وزارت های مختلف و همچنان به خصوص بانک مرکزی اینا کمک میکردن، که متاسفانه در یک سال گذشته تمام روابط از اینا بند است. و در پلی ازی اگر ما ببینیم حتی وضعیت اقتصادی دنیا در اگالت خوب قرار نداره، مخصوصا بعد از کووید، پست کووید و همچنان جنگ اوکراین و روسیه که آغاز شد. مثلا پیش بینی می شود که رشد جهانی از 6% از سال 2021 به 3.2% در سال 2022 و حتی 2.7% در سال 2023 کاهش پیدا کنه. که باز چونین تغییرات اقتصادی میتواند که مؤثریت بیشتر منفی بالای کشورهای مانند افغانستان داشته باشد. و در پالوی ازی قسمی که دوست ما اشاره کردن، یعنی ما افغانستان از یک موقعیت بسیار خوب برخوردار هستیم. اما اگر ما ببینیم افغانستان در حال حاضر سالانه تنها در حدود 1.5 میلیون تن میوه تازه را تولید میکند. ما میتونیم که میزان قابل توجه بیشتر داشته باشیم و به دلیل تولید برخی از بهترین میوه ها و همچنان به ویژه مثلا انار، انگور، ما شما میتونه که مثلا در بازارهای اروپا به قیمت بسیار خوب ای صادر شود. و در پلوی ازی متاسفانه ما اینمیال افغانستان در حال حاضر بیش از 670 مگاوات برق از کشورهای مثلا همسایه ما ایران و ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان وارد میکنیم، که تقریبا سالانه ما 280 میلیون دلار از اینا میدیم.
و در حال حاضر بیش از 600 مگاوات برق از چندین نیروگاه برق‌آبی خود و همچنان با استفاده از سوخت‌های فسیلی و صفحات خورشیدی ما میتونیم که تولید کنیم. عین شکل مثلا ما در حدود 23000 مگاوات برق آبی ما میتونیم تولید کنیم و به می شکل مثلا از صفحات خورشیدی خود میتونیم که به دلک 22000 برق، یعنی ما می پولی را که مثلا 280 میلیون را خزینه میتیم، ما میتونیم که خود ما جایگزین از این در افغانستان داشته باشیم و این را میتونستیم که قبلا نمی دستاورد داشته باشیم و همی پول که فرض مثال ما به کشورهای همسایه میتیم، ما میتونستیم که این را در بخش های دیگه مصرف کنیم، مثلا در بخش تولید ما، در بخش صنعت ما. شما که خود از این که دوست ما شارکت طبعا هیچ جای شک نیست در تمام دنیا، اگر شما ببینین بعد از جنگ دوم جهانی ایالات متحده آمریکا 13 میلیارد دلار برای بهبود اقتصاد اروپا، اروپای غربی، اینا پروژه مارشال اینا برشان ادا کردن، که امروز شما میبینین که اتحادیه اروپا در یک موقف بسیار خوب قرار داره، یعنی تنها تولید ناخالص 150 میلیارد دلار اینجا مصرف شده. خب چرا فکر میکنین اینجا کارساز نیست این کمک ها؟ معمولا همون نقطه را میخوایم برتان اشاره کنم که امروز ما میبینیم که تولید ناخالص اتحادیه اروپا در سال 2022 16.6 تریلیون دلار میرسه، اما اگر ما ببینیم که در افغانستان قبلا اشاره کردم که بیش از 150 میلیارد دلار آمده، یعنی اگر ما سال 1948 تا سال 2020 اگر نظر به مسائل انفلیشن یا تورم که خود پول نقد ازش خود نظر به مرور زمان از دست میده و قیمت ها بالا میره، باز هم اگر ما مقایسه کنیم یعنی 150 میلیارد دلار بسیار زیاد است. تشکر. ولی متاسفانه مشکل عمده اینجا چی است؟ مشکل عمده اینجا بود که ما در 20 سال گذشته، من قبلا به شما اشاره کردم، عمو فساد گسترده که وجود داشت، مسائل نپوتیسم و کرونیسم که وجود داشت، چی در دوران آقای کرزی و چی در دوران آقای اشرف غنی احمدزی، و افراد و اشخاصی که مثلا آمدن نتونستند که مثلا یک ابتکار داشته باشند، نتونستند که مثلا در بخش هایی که واقعا آیداور بود و میتونست که امروز حداقل افغانستان در یک حالت خوب و یک موقف خوب قرار بگیره، اونمور ما شرایط از دست دادیم، یعنی پول ها آمد با جیب ها رفت و دوباره از داخل چرخه اقتصادی افغانستان بیرون شد و ما امروز شاهد از هستیم که به این مشکل مواجه شدیم. و حتی شما ببینید که ما نتونستیم که امروز حتی یک نظام خوب فناوری یا مثلا نظام مالی فناوری یا دیجیتال بانکینگ که میگیم داشته باشیم، حتی امید پول هایی که امروز داخل افغانستان آمده که بر مردم نقد توزیع میشه که خود از یک شفافیت نداره و معلوم نیست که چقدر پول بر مردم توزیع شده. مردم میتونستند که حتی حسابات مثلا دیجیتالی یا ایوالت داشته باشند، حداقل نمیال 22 میلیون یا 20 میلیون مردم افغانستان تحت پوشش اینترنت قرارن و اینا همگیشون مثلا امو یک تبلت یا یک تلفن دارن که حتی پولا به حسابشون میتونست که وارد شوه. از این فرصت هم ما نتونستیم. سپاسگزار برمیگردیم به شما. باقای یعقوبی، شما بیشتر تاکیدتان به برنامه ها و پروژه های کوتاه مدت بود برای تغییر آنی در وضعیت مردم افغانستان. چی کرده میتونه در این بخش حکومت؟ ببینید، با توجه به ظرفیت هایی که کم و بیشی که در افغانستان وجود داره و قطع حمایت های مالی کشورهای مختلفی که مورد در افغانستان در طول 20 سال به نحو دخیل بودن، در همچه یک وضعیت دیده میشه که ظرفیت اقتصادی افغانستان در دستگاه حکومت خیلی پایین است. ما داشته های مادی و پولی ما خیلی ضعیف است که با بتانیم برنامه اقتصادی را برا بیاندازیم. در همچه یک موقعیت درست است که یک افتخار گفته میشه که ما حداقل حمایت خارجی را دیگه امور خیلی پیشتر در بودجه بود، ولی دیگر نمیخوام سر این مسئله بپردازم، یعنی حمایت خارجی نداریم، ولی خیلی خوب است که به خاطر از اینکه ما حداقل حمایت کشورهای جهان به خاطر داشته باشیم که تا چند روزی ما بتونیم برنامه موقتی خود را راه بیاندازیم. ببینید، بیشتر اشاره داشتیم که اساسات یک اقتصاد یک کشور به سر سی مسئله، شاید میمونای شریک در بس با ما موافق باشن که روی زراعت، صنعت، خدمات و منابع زیرزمینی و کشور استوار است. افغانستان خوشبختانه از لحاظ زراعتی در یک جایگاه خوب جغرافیایی قرار داره. 80% یا نزدیک کم و بیش از افغانستان مردمش بیشتر به زراعت آغشته هستند. امرار معیشتشان، تامین نیازهای زندگیشان با واسطه امکانات زراعتی است. در همین چه وضعیت نیاز به این بود که ما بیشتر جلب حمایت خارجی و جلب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی روی سکتور زراعت می‌کردیم. مطمئناً که با توجه به مقایسه که میان زراعت، صنعت، خدمات و منابع زیرزمینی شود،
ما بیشتر میتونیم فوراً به سر زراعت حاکم باشیم، چون مردم ما با زراعت بلد هستن، جغرافیای ما با زراعت مناسب است و توانایی بیشتری هم که افغانستان از لحاظ ظرفیت‌های تکنیکی هم داره در بخش زراعت خیلی بد نیست. ما داریم توانایی که حداقل قابل توقع باشه. تنها چیزی که میمونه که ما را در قسمت تقویت فعالیت‌های زراعتی ما مکمل بسازه حمایت خارجی است. حمایت خارجی هم اگر ما ظرفیت اقتصادی داخلی می داشتیم به هیچ صورتی به نفع ما نبود که ما حمایت خارجی داشته باشیم، چون حمایت خارجی هم پشترش منافع خود را دنبال میکنه. به عنوان کمک های بلایوز در طول 20 سال به افغانستان کمک صورت گرفته، ولی اگر دا حدی که ما حمایت خارجی کمک های جهانی را مسیرش به سوی تقویه فعالیت های زراعتی ما بتیم، مطمئنن که میتونه در وضعیت اقتصادی افغانستان گام بسیار ارزشمند تلقی شود. شما میفهمید وقتی شما زراعت، صنعت و خدمات مدرن زیرزمینی رو در مقایسه با هم قرار بدین، هم زراعت از لحاظ اشتغالزایی یک پتانسیل بالا داره، هم میتونه سرمایه‌گذاری بیشتر جلب بکنه، چون اکثر سرمایه‌گذاری که فعلا در داخل افغانستان بودن و حالا نسبت به فضای نامطمئن و بی‌اعتمادی که از افغانستان بیرون شدن و سرمایه خود بنابر دلایلی که داشتن از افغانستان بیرون کردن، اگر فضا به اونها مساعد شود بیشتر مطلق سرمایه‌دارا بیشتر علاقمند هستن که روی سکتور زراعت سرمایه‌گذاری کنه. چون ما در وضعیتی نیستیم که ما فوراً بریم به سوی صنعتی شدن و فعالیت‌های صنعتی رو تقویت بکنیم. به باور ما صنعتی شدن نیاز به ابتدا ما نیاز به این داریم که اول زراعتی شویم. تا زمانی که ما پایه‌های اقتصادمون رو بر اساس زراعت استوار نکنیم، محال است که ما به صنعتشون بدوزیم و ما خود را به عنوان یک کشور رو به رشد صنعتی تلقی بکنیم. همیشه کشورهای عقب مانده، کشورهای در حالی که زیر خط فقر جدی قرار داشتن، کشورهای جهان سوم از زراعت آغاز کردن. درست است که موقعیت‌های جغرافیایی متفاوت است، ولی هدف ما از کشورهای است که به لحاظ موقعیت جغرافیایی یک جایگاه خوبی زراعتی داشتن. بعد از اینکه ما زراعت را تونستیم تقویت بدیم، نیازهای زراعتی را در افغانستان تشخیص دادیم، ظرفیت‌های داخلی را تشخیص دادیم، چقدر ما نیاز به حمایت و همکاری خارجی داریم با کشورهایی که در حال حاضر با حکومت افغانستان از یک رابطه نرم و انعطاف‌پذیر و نسبتاً قابل قبول به حکومت برخوردار هستند. مثلا مسکو گفتم میتونیم چیزی که اشاره هم شد از طرف آقای عبیب برش که با انار بر صادر کرده با مسکو از راه زمینی، فکر میکنین این منظورتون همین قسم؟ بله بله، کشورهایی که عملاً وارد با افغانستان وارد یک تعامل سیاسی و اقتصادی شدن، درست است که به رسمیت نشناختن، ولی عملاً دیده میشه که وارد تعاملات غیر رسمی اقتصادی و سیاسی شدن. در همین چک موقع ما توجه کشورهایی که با ما رابطه رسمی ندارن ولی وارد رابطه غیر رسمی هستن، اونا رو جلب بکنیم که سرمایه‌گذارهای خودشان تشویق بی بکنن که در عرصه زراعت ما سرمایه‌گذاری بکنن. این مطمئنن که با سرمایه‌گذار داخلی هم یک جرأت بی پیشینه میده که وارد سکتور زراعت میشه، ولی مشروط به یک بسترسازی صورت میگیره. خب شما از فرار سرمایه بدون شک، بدون شک فرار سرمایه کی جاست؟ فرار مطمئنن فرار سرمایه واضحه، از فرار سرمایه سرمایه‌گذار خارجی نیست، فرار سرمایه متوجه سرمایه‌گذار داخلی میشه که پولش در داخل افغانستان بود، بنابر فضای بی‌نظمی که در داخل اقتصاد افغانستان پیش اومد، خود در دنیای از ریسک و خطر دید که مبادا سرمایه ضایع شود، سرمایه خود را بیرون کشید و فعلا مصروف سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های کشورهای خارجی است و با کشورهای دیگر در حال توسعه کار میکنند. یعنی سرمایه افغانستان بیرون شد و کشورهای دیگر در حال تطبیق شدن است. این یک فاجعه کلان اقتصادی در بعد سرمایه‌گذاری تلقی میشه. در بعد زراعت ما پیشتر اشاره داشتم که با توجه لازم صورت بگیره، بسترسازی برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی صورت بگیره، ما زراعت را از سنتی بودن بکشیم به سوی مکانیزه شدن و ماشینیزه شدن. در کشورهای جهان سوم، کشورهای در حال فقر، کشورهایی که همیشه معتاد به کمک‌های خارجی بودند، تجربه ثابت کرده که زراعت سنتی در همچین موقعیت نتیجه نداره. خود نیاز به امکانات داره که ما بریم ماشینیزه بسازیم. امکانات ما در حال حاضر در داخل افغانستان نداریم. نیاز به این داره که ما با کشورهایی که از لحاظ امکانات در یک جای خوب برخوردارن تعامل بکنیم. یعنی رابطه ایجاد بکنیم با عدم انعطاف‌پذیری، با مخالفت ورزی به سیاست‌های کشور دیگه در بُعد اقتصاد و سیاست کشور، خب ما از این امکانات دور می‌مانیم. خب ما نمی‌تونیم جلب سرمایه‌گذاری بکنیم. ربط مستقیم داره به زراعت، تا که زراعت اقتصاد افغانستان زراعت محور نشه گفتین امکان نداره که ما یک افغانستان صنعتی داشته باشیم. اشاره دیگه‌تون به منابع زیرزمینی بود. شما می‌بینین منابع زیرزمینی اکثرا در افغانستان با اینکه دست نخورده باقی مانده، ولی سنگ زغال اخراج میشه و صادر میشه با پاکستان. فکر میکنین این یک گام خوب است؟ ببینید در قسمت منابع زیرزمینی خوشبختانه افغانستان در کشورهای منطقه اگر ما بگیم در آسیا از کمتر کشور است که بیشترین مواد زیرزمینی و منابع معدنی در خود جا داده. ما بردش 10 تریلیون دلار کم و بیش منابع زیرزمینی ما ارزش نقدیش سنجش شده.
در صورتی که ما میتونستیم در طول 20 سال و چند دهه گذشته با استفاده از سیاست‌های درست اقتصادی و مالی و ثباتی که نیاز بود می‌داشتیم که نداشتیم، ما میتونستیم اگر معادن خود را استخراج می‌کردیم مطمئناً در همچین وضعیت قرار نمی‌داشتیم و فعلا در میان اقتصادهای برتر آسیا قرار می‌داشتیم. متأسفانه نبود سیاست‌های درست، نبود استراتژی هم جانبه و کارآمد در قسمت وضعیت اقتصادی افغانستان و نبود تخصص و مسلک هم اگر وجود داشت فرصت‌های کاری براشون فراهم نمی‌شد، باعث شد که ما نتونستیم از ظرفیت‌های خارق‌العاده‌ای که در بخش معادن زیرزمینی داریم استفاده صورت بگیریم. شما بر زغال سنگ اشاره داشتین. ببینین زغال سنگ افغانستان هم اگر استخراج میشه و کشور همسایه مثل پاکستان صادر میشه، در اون معرف و حدیث های وجود داره و هم پرسش های عجیب و غریب متوجه مسئله هم هست. مثلا ما در وضعیت قرار نداریم که روزانه بیشتر از 10 تن زغال سنگ به کشور پاکستان صادر شوه، چون افغانستان وقتی که شما منابع کل منابع زغال سنگ افغانستان رو سنجش بکنیم به همین پیمانه اگر استخراج صورت بگیره به همین شکل غیر سیستماتیک، غیر قانونی و بی‌رویه با ارزش خیلی پایین به کشور همسایه مثل پاکستان برای مطمئنن که در ظرف 20 سال افغانستان از سرمایه طبیعی مثل زغال سنگ کاملا محروم میشه به اساس سنجشی که صورت گرفته. و از طرف دیگه منابع دیگه زیرزمینی ما نیاز داریم عملا در شکی نیست، بدون از اینکه ما پیش نیازهای داخلی در کارخانجات خود در فابریکای خود برای تامین انرژی که در داخل افغانستان نیاز است بدون از اینکه سنجش صورت بگیریم به همین پیمانه بزرگ زغال سنگ استخراج میشه و به کشور پاکستان صادر میشه. بحثی از اینکه استفاده بی رویه، استخراج بی رویه و غیر قانونی و صادرات به مقدار خیلی انگفت بدون پیش بینی نیازهای داخلی که در افغانستان چی نیاز داریم، یک بحث مهم دیگه هم مطرح است که قرارداد استخراج زغال سنگ و صادرات به پاکستان به اساس معلوماتی که وجود داره به افراد به کلدار صورت میگیره که یک ضربه کلان به پول افغانی خوب بود تغییر کرد شاید عبیب سه به من موافق باشه ولی شما در روزهای نخستین در ماهای نخستین که زغال سنگ به پیمانی بزرگ به پاکستان میرفت شما میدین که ثبات پول افغانی در مقابل کلدار برهم میخورد. اگر استخراجم به همین صورت بگیره مطمئنن که نمیتونه موثر باشه. آقای عبیب، پروژه‌های زیربنایی که در دوران جمهوریت منابع مالیش از کمک‌های بیرونی بود، حال در چه وضعیت قرار دارن؟ کارهایشان متوقف است یا نه؟ امارت اسلامی آغاز کرده دوباره کارهای و پروژه ها را؟ قبل از اینکه به جواب سوال شما بیم، یک موضوع را که یک تبصره کوتاه داشتیم، یک خوبی صاحب در مورد استخراج بی‌رویه و غیر قانونی و به این شکل یادآوری کردن. ما براتون به صراحت این موضوع خدمت شما عرض کنم که یک دانه ریگ هم بدون معجب و غیر قانونی و بی‌رویه انشالله که از سرحد افغانستان خارج نمیشه. یعنی چی؟ خب اینا میگن در 20 سال اگه به می شکل ادامه پیدا بکنه افغانستان خالی میشه از سنگ زغال. این نظر یعقوبی صاحب است، ولی که در اینجا وزارت ها، متخصصین و سروی ها همه چیز باز بحثش جداست. و ای که شما شاید هستین که تا یک سال سه بار تعرفه زغال سنگ تغییر خوردی یک چیزی است که اما آیا امروز سنگ سوخت که امروز سنگ سوخت که رفته به پاکستان آیا به نرخ جهانی فروخته شده؟ خب از نرخ جهانی اگر کمتر هم فروخته شده نظر به این مشکلات چرا کمتر باید فروخته شده؟ خب آلی هر کشور یک صادرات یک امتیاز یا اقلام داره. فعلا با دنیا ما مراودات اقتصادی نداریم، یعنی همون معضلات را که شما سیاسی پیشتر گفتین که هنوز به رسمیت شناخته نشده و سازمان ملل متحد مشکلات خود داره، وقتی ما با کشورهای همسایه مراودات اقتصادی داریم، ما با نرخ کشورهای همسایه در تعامل می باشیم، در صادرات، در واردات. شما وقتی که گندم خریداری میکنین از روسیه به اساس یک قرارداد یا نفت یا گاز یا برق که ما سالانه حدود 280 تا 300 میلیون دلار از کشورهایی که اونا خودشان به انرژی ضرورت دارن برق وارد میکنیم، این بحث جداست. و اگر شرایط مساعد شود صادرات کشور ما بدون از زغال سنگ میوه‌جات تازه ما و شما، میوه خشک ما و شما، صنایع دستی کشور ما و شما، تمام از این به مارکت های جهان برسد، در او باز بحث جداست. فعلا تمام چیز قانونی، هم شکل استخراجش، هم قراردادش، هم جمع‌آوری اوایدش در این قسمت قابل تشویش نیست و نباید تشویش و باید. در بخش پروژه های زیربنایی که در جمهوریت از بیرون اکمال می شد حدود 570 پروژه انکشافی شامل سند بودجه سال 1400 داشت. این پروژه به فیصدی های مختلف در مراحل مختلف بازی ها تطبیق شده، بازشان حتی بیشتر از 50% و 60% تطبیق شده و
مراحل بعدیش نظر به مسدود شدن یا توقف کمک های مالی این پروژه در حالت نیمکاره مانده. یعنی چقدر پروژه های زیربنایی که در طویل مدت میشه با او چشم بدوزه مردم افغانستان کارش متوقف است، مثل بندهای برق اشاره شد برش که ما برق وارداتی داریم و او هم میشه یک عاید داخلی باشه برای مردم افغانستان، یا آبهایی که سرازیر میشه به کشورهای بیرونی، منظور از این قبیل پروژه ها است. بیشتر تمرکز وزارت اقتصاد و در مجموع وزارت ها سر ازیست که ما نظر به تعریف اقتصاد از منابع محدود استفاده بیشتر شد. در بحث تولید انرژی، انرژی امو محرک اصلی رشد اقتصادی یک کشور است، خصوصا در وضعیت موجود و در حال حاضر. بنان سعی و تلاش داریم، برنامه های است تا ما از زغال سنگ انرژی مورد ضرورت تولید شد و در این قسمت بعضی از شرکت های کشورهای خارجی هم جلساتی داشتن، تفاهمات شده و در قسمت پروژه های انکشافی که به حالت نیمه کاره مونده ما تحلیل های خود داشتیم و با خصوصا یک تعداد زیاد از طریق بانک جهانی تمویل میشد، اما یافته ها و پیشنهادات خود با از طریق چیز با بانک جهانی و با ادارات سازمان ملل متحد هم شریک شده. بله آقای قریشی، من میخوایم شما در مورد پیامدهای عدم به رسمیت شناسی امارت اسلامی بر سر وضعیت اقتصاد افغانستان صحبت بکنید. حالا بیشتر از یک سال و پنج ماه گذشته که امارت اسلامی به رسمیت شناخته نشده، اگر این روال به این قسم ادامه پیدا بکنه، افغانستان و مردمش با چگونه یک وضعیت اقتصادی روبرو خواهد شد؟ قسمی که ما و دوستا جنبه های مختلف حالت فعلی افغانستان از لحاظ اجتماعی، سیاسی و همچنان اقتصادی صحبت کردیم، اگر می روند ادامه پیدا کنه، هیچ کدام حرکت مثبت اقتصادی را و سیاسی و اجتماعی را نمی بینیم و روز به روزی مشکلات بیشتر می سازه و همچنان امو زمینه هایی را که ما صحبت کردیم، چی در بخش منابع طبیعی استک، در بخش اقتصاد استک، در بخش مثلا ترانزیت منطقوی است، که این فرصت ها را ما میتونیم که از دست بتیم و در پلوی از این بیشتر اقتصاد افغانستان متضرر میشه از لحاظ تولید ناخالص، از قبیل سطح بیکاری، سطح فقر، به خاطر که ما فعلا در یک فقدان سیاسی ما به سر میبریم. وقتی که ما میگیم که تقریبا ما ذخایر زغال سنگ داریم که تقریبا در حدود 100 الی 400 میلیون تن میرسه، پر مثال ما میال 65 میلیون هکتار زمین در افغانستان داریم که 7.8 میلیون هکتار زمین از این کلش زراعتی است، و قسمی که دوست مشارکت که واقعا که افغانستان باید از به طرف مدرنایزیشن زراعتی باید از بره، برای ازیش ما همگیش پول ضرورت دارین، سرمایه گذاری ضرورت دارین، نمیال فرض مثال داقین ما شما به شکل عنعنوی به حساب زراعت خود پیش میبرن، اونا پول ندارن که مثلا زراعت مثلا مدرنایزیشن پیاده بسازن. شما ببینین کشورهایی که مثلا من خودم بیشتر به خاور میانه، کشورهای افریقایی زیاد سفر میکنم از طریق کاریا، شما این کشورها را که ببینین که تولید ناخالص از اینا یا عاید ملی از یا در اگالت خوب است، یا مثلا سطح اشتغال زایی وجود داره، اینا یا از توریسم یا از زراعت یا از فناوری معلوماتی یا از معدن طبیعی، ترانسپورت یا ترانزیت بیشتر عواید خود اینا به دست میارن. مثلا ما تقریبا دو هفته پیش در ریاض عربستان سعودی بودم، در اونجا اینا یک برنامه بسیار بزرگ دولت روی دست گرفتن، میخواین که بیشترین سرمایه گذاری در قسمت فناوری معلوماتی کنن، به این مانا که میخواین که مثلا فنتک یا فاینانشال تکنولوژی، یا مثلا عربستان سعودی بزرگترین هب یا مرکزیت فاینانشال تکنولوژی در خاور میانه تشکیل شود. مثلا امروز شما عربستان سعودی رو میبینید، یکی از لحاظ توریسم چرا جای به حساب اسلامی است، مرکز اسلام است، اونجا همگی میره، سالانه مثلا بیش از 5 6 میلیارد دلار اینا عواید خود از او به دست میارن، و دومین عواید از با کمپانی اورامکو که میگنش بزرگترین شرکت تیل است که ارزشش 1 تریلیون دلار میباشه، عواید خود به دست میارن. آلیا میخواین که بیشتر اشتغالزایی یا مثلا بیشتر کار ایجاد کنن در بخش فینانشل تکنولوژی. عین شکل شما اگر مثلا فعلا امروز قطر رو ببینین، مثلا امارات متحده عربی رو ببینین، طبعا ما
بعض فاکتورها رو مد نظر میگیریم از لحاظ مثلا سیاسی و از لحاظ امنیتی که اونا در یک موقع خوب قرار داشتن، ولی اینا از فرصت ها استفاده میکنن. عین شکل وقتی که شما میرین به طرف کشورهای مثلا آفریقایی میرین، شما میبینین مثلا توریسم یا مثلا فعلا بالای عین شکل تکنولوژی معلوماتی یا فناوری بیشتر کار میکنن به خاطر عوایدشان. پس اگر این گری سیاسی هرچی آجل هرچی زودتر این باز شوه و یک تعامل سیاسی صورت بگیره، من فکر کنم که ما فرصت های بسیار خوبی در افغانستان داریم. اولی که فعلا اونمو جنگ قبلا در افغانستان ادامه داشت یا وجود داشت، مسائل امنیتی بود و امروز بیشتر کاهش پیدا کرده. یعنی اگر مسئله سیاسی حل شوه، من فکر کنم که جلب توجه سرمایه گذاری خارجی بیشتر در افغانستان خواهد. سپاسگزار. آقای یعقوبی، فرصت ها چی است در میدان اقتصاد و امارت اسلامی که در گذشته نبوده مو فرصت ها تا از او استفاده بکنن بر رشد اقتصاد افغانستان؟ ببینید، ما به سر یکی از عمده ترین فرصت ها میپردازم، جدا از فرصت هایی که در داخل وجود داره. شما میفهمین پیشتر هم اشاره داشتیم که افغانستان از یک موقعیت خیلی قدرتمند ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوستراتژیک برخوردار است. شما میفهمین که افغانستان در موقعیت است که آسیای جنوبی را به آسیای مرکزی وصل میکنه. آسیای مرکزی از کشورهایی است که ذخایر وافری از منابع انرژی مثل گاز، نفت و برق داره، و این طرف آسیای جنوبی کشورهایی است که به شدت تشنه منابع انرژی مثل گاز و نفت و برق هستند. و افغانستان در موقعیت قرار گرفته که میتونه کشورهای آسیای میانه را با استفاده از منابع انرژی که اونا دارن، اون منابع انرژی را به کشورهایی که تشنه منابع هستن برسونه. اینا رو فکر بکنید، در موقعیت یک کشور در همچین یک جایگاه قرار داشته باشه، دو جناح یا دو قطب بسیار قوت و با قدرت خودش که در لحاظ اقتصاد منطقه‌ای ظهور کردن با هم وصل بکنم، مطمئنن که افغانستان از یک جایگاه بلند اقتصادی برخوردار میشه، یک نقش کلان ترانزیتی را میتونه در این بخش ایفا بکنه که مطمئنن که میتونه همکاری کشورها را نیز با خود داشته باشه در این پهلو. جدا از این فرصت ها، شما میفهمین که افغانستان در طول تاریخ نشان داده که همیشه میدان زد و بندهای سیاسی بوده تا اینکه میدان فرصت های اقتصادی باشه. همون رقم شما در قرن 18 شاهد بودین که افغانستان به عنوان دروازه ورود دو قدرت استعمارگر مثل انگلیس و فرانسه به شبه قاره هند بود. در قرن 19 همین رقم افغانستان مرز حائل میان انگلستان و فرانسه بود. در قرن 19 افغانستان جنگ میدان جنگ نیابتی میان آمریکا و روسیه بود. در قرن 21 هم همین رقم افغانستان میدان جنگ‌های نیابتی شورای منطقه به ویژه آمریکا و روسیه بود. بیشتر به این توجه صورت نگرفت که افغانستان جدا از یک موقعیت جنگی و نظامی و سیاسی داره، یک موقعیت خوب اقتصادی داره که میتونه نه تنها افغانستان بلکه کشورهای منطقه را به بالندگی و سازندگی اقتصادی برسانه. مطمئنا در این بخش در گذشته فساد بیشتر در حکومت، نبود تعهد جدی نسبت به خدمت به وطن و نبود دورنمای بسیار کلانی نسبت به موقعیت افغانستان و درک اهمیت اقتصادی افغانستان در منطقه باعث میشد که ما نتونستیم از فرصت‌های جیوکنامیک افغانستان داشت و فرصتی که میتونست حتی منافع کشورها را به خطر مواجه بکنه، مشروط بر اینکه به منافع خودش جلب بکنه. به شما میفهمین فرصت کلان دیگه که افغانستان داشت در طول سالهای سال که جغرافی افغانستان نیره به افغانستان الهام داده، شما میفهمین آب افغانستان است. شما شاهد بودین در دوره جمهوریت وقتی بند سلما ساخته میشد، روزنامه‌های ایرانی با چی تیترا و عناوین خبری مسئله را بازتاب دادن که گویا افغانستان میخواه مشهد خشک بکنه، شرق ایران در کمین خشکی. تیترای بسیار جالب نشر شد در اون زمان و قدرت اقتصادی افغانستان از لحاظ منابع آبی به نمایش گذاشت که خیلی یک گامای ارزشمند اقتصادی در اون زمان تلقی میشد. ولی سیاستایی که در اون زمان اعمال میشد سیاستای محفوظ شده و حفاظتی نبود، سیاستایی بود بر اساس اختلافات، مناقشات یا اگر بگم بر اساس تفاهم گفتگو دوباره میلنگید، یعنی حفظ نمیشد با تمام قوت خود. ما تا زمانی که ما موقعیت اقتصادی خود را درک نکنیم، اهمیت استراتژیک منطقه‌ای را از لحاظ اقتصادی و از لحاظ سیاسی در افغانستان درک نشوه، منابع زیرزمینی ما با تمام قوت خودش حفظ نشوه و استخراجی که بتونیم از اون منافع اقتصادی افغانستان رو تامین نکنیم صورت نگیره، مطمئنا جایگاه ترانزیتی افغانستان مهم شمرده نشه. من فکر میکنم بیشتر فرصت‌های اقتصادی مثل همین فرصت‌ها به هدر خود رفت. یعنی منظور تانی است به مشاور آقای غنی باید عمل کنن که میگفت افغانستان با چهارای منطقه مبدل. بدون شک. سپاسگزار. آقای عبیب، خوب در یک دقیقه برنامه کلان حکومت سرپرست و وزارت اقتصاد را بگوین در بخش اقتصاد چی میکنین برای مردم کمیال برنامه ما شما را ببینه که در دسترخانشان تغییر بیایه؟ من خدمت شما عرض کردم که اولویت برای ما ثبات‌سازی تولید ناخالص داخلی کشور است که ما بر بگردیم به مو سکتورها و عرصه‌هایی که باعث تولید ناخالص داخلی کشور ما میشه و در سکتورهای مختلف برنامه ها با در نظر داشته امکانات و عواید داخلی کشور که فعلا داریم به اون برنامه ها برسیم. کم زمینه کار این بسیار مهم است به مردم فراهم شود. ما بریم از یک اقتصاد
تولیدی به یک اقتصاد تولیدی و سبب کاهش میزان فقر شود، تمام توجه و تمام فوکس ادارات خصوصا به وزارت اقتصاد در اولویتش نمیست که ما روی برنامه ها و پروژه های طرح شود، تطبیق شود که در اونجا سبب رفاه اجتماعی بشود، سبب ایجاد اشتغال شود، میزان فقر کاهش بده. و در قسمت در هماهنگی با وزارت ها مختلف خصوصا در سکتور اقتصاد طرح و برنامه های متعدد زیر کار است. خیلی سپاسگزار. آقای قریشی، شما هم در کمتر از یک دقیقه در مورد این صحبت بکنین که چی باید شوه. حالا میبینین یونیسف میگه مثلا که 20 میلیون تن در افغانستان با مسئولیت غذایی بالاخره ندارن یا روبرو نیستن، همین گونه زمستان پیش رو هم یک زمستان سخت پیش بینی میکنه، چی باید شوه؟ خب پیشنهاد ما 4 عامل اصلی به خاطر رشد اقتصادی کوتاه مدت، متوسط و طویل مدت همین خواهد بود که ما باید است که از منابع انسانی خود، منابع طبیعی خود و همچنان از بخش زراعت و تشکیل سرمایه و فناوری استفاده صورت بگیره تا ما بتانیم که در کوتاه مدت امی وضعیت بسیار خراب اقتصادی و اجتماعی که به وجود آمده ایر مهار بسازیم و در طویل مدت ما بتانیم که از برنامه های استفاده کنیم که پروژه های زیربنایی او باید است که پیاده شود و همچنان در قسمت سرمایه گذاری های طویل مدت کار صورت بگیرد. خیلی سپاسگزار آقای یعقوبی. برای حلی که شما پیشنهاد میکنین برای بیرون رفت از وضعیت فعلی اقتصادی، اما رقمی که حبیب سیب اشاره داشتن بسیار نکات ارزنده را اشاره داشتن، تلاش برای صورت بگیره که اقتصاد افغانستان از اقتصاد مصرفی بکشانیم به اقتصاد تولیدی تا زمانی که مصرف ما نسبت به تولید ما پایین نبیاید، بیلانس صادرات و واردات ما یک ثبات نسبی را تجربه نکنه، در بخش حفظ نظم تجارتی در افغانستان فعالیت های صورت نگیره، ما افغانستان خود را برابر به شرایط تجارت جهانی نسازه، ما به قوانین اقتصاد جهانی احترام نکنیم، بدون از این مسائل من فکر نکنم که بوده، بدون در نظر داشت این مواردی که در سطح جهان به عنوان اصول اساسی اقتصادی مطرح است، ما نمیتونیم فعالیت های اقتصادی داخلی را نظم ببخشیم. تشکر. شاکر یعقوبی، آگاه امور اقتصادی. عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان. و سیار قریشی، آگاه امور اقتصادی، که از انگلستان در برنامه با ما وصل بودند. تشکر از همراهی شما همچنان. تا بعد، خدا نگهدار.